یعنی هر چی گفت تو باید تو گوش کنی، زن خودت باید فلان، مرد خودت باید فلان، جان پولت فلان. حالا شما ببین مملکت مردم و میهن ما که نون ندارن بخورن، خیلیاشون اون بخش کوچیکو نمیگم، بخش بعد این نون نداره بخوره. شما ببین رفتن یک کیک درست کردن 1430 متر، تو الان میشنوی 1430 متر، با خودت میگی حتما 1430 متر کیک رو بایستی تو یک بیابونی جای بنزن که یک جای باشه 1430 متر باشه. نه بدبخت 1430 متر، 1430 متر توی سالونه، بدبخت دنیا نداره چنین سالونی رو. یه سالونیه یه جایی ساختن در عراق کنار قبر امام علی، فاطمه زهرا زنش رو برده اونجا، سیدعلی خامنه‌ای و باند همین ولایت فقیه و تشیع جهانی و اینا اونجا، اینا در 220، خوب گوش کن، خوب گوش کن، رقم میفهمی، متر میفهمی، در 220 هزار متر مربع 61 هزار متر زیربنا کردن، صحن فاطمه زهرا ساختن. این صحن همون جاییه که هر سال اربعین مربعین که دارن برن آدماشون تو مخابن و فلان اینا، ستاد بازسازی عتبات عالیات جمهوری اسلامی هم پولیش داده. این ستاد نمیدونن چند میلیارد دلار در سال خرج میکنه. این کیک رو برد اونجا انداخته. توسط 15 نفر از قنادای ساوه بزرگترین کیک جهان رو به متراژ 1433 متر که سن قدیر هست و به وزن 20 تن آماده کنیم. در حرم امیرالمومنین صحن حضرت فاطمه و مزین با القاب امیرالمومنین یا حیدر کرار یا علی و بقیه صفات امیرالمومنین می باشد. این ابتکار عمل هنرمندان و شیرینی پزان ایرانی را عراقی ها کاملا ستودند، چرا که تجربه هم زیبا پولای عتبات عالیات دو بدن تشیع جهانیه. مثلا سازنده قنبره های گنبد های طلای همه جا که خراب شد عراق و زینبیه و فلان اینا که ایران دوباره ساخت با طلا و اینا رو یه پاکستانی میسازه، یه پاکستانی میسازه، اسمش هم من میدونم. بعد اینا از همین باز استفاده میکنن، مثلا بچه همین حالا میگم، نمیخواستم اینو بگم، سالهای قضیه اتفاق افتاده بود، من نمیخواستم به شما بگم، ولی الان در این شرایط اینجا میخوام اینو بهتون بگم. بعد اینها یه باند جهانی هستن دیگه، خود جمهوری اسلامی نیست، همونطور که انیس نقاش استفاده میکنن برای زدن یارو لبنانیه، محمد حسن ثمر استفاده میکنن برای زدن دکتر کوروش لبنانیه، اینا در سطح جهانی از پاکستانی شیعه، عراقی شیعه، لبنانی شیعه، از کار خدمتتون که حتی آمریکایی اروپایی اینا استفاده میکنن. من چند سال پیش اینها اومدن، رئیس بانک من عوض شد در خیابان شانزلیزه و یک بانک معتبر جهانی رئیسش که عوض شد، رئیس اومد یه نجیب جهان خوشتیپ فلان، اسمش این گفت، اسمش کوچکش بود حیدر علی. گفتم حیدر علی اومده اینجا رئیس شده. بعد از صحبت رو گفتم میدونی حیدر علی یک اسم ایرانی؟ گفت آره ما اصلا ایرانی هستیم. بعد حیدر که میدونن چی یعنی، حی در آدم زنده میگیره از وسط دوتا میکنه پاره میکنه. یهودی ها که یک کار میکرد، یهودی ها رو علی میگرفت، امام علی از وسط دوتا میکرد یهودی ها رو، اسم گذاشتن حیدر کرار. حیدر حمله هایی که کرده بود و قلعه های یهودی رو تصرف کرده بود مثل خیبر و دیگه اینا، آدم ها رو جلو پاره میکرد، میکنن حیدر صفتر، میزد تو صف میزد از بیرون. ما یه مدتی گذشت، چون من هم همیشه دشمن سعی کرده ما رو ترتیب ما رو بده، ما همیشه آقا یهو دیدم یک بازیجه رو حساب بانکی من داری میشه، هی بهش مردم گفتم آقا بازی چیه، حساب ما که پول داره، چرا این کاری کردی؟ آقا وقتی اشتباه انفرماتیک بده، یعنی اشتباه کامپیوتر، آقا 10 تا از اشتباهات پیش اومد در از یه ماه، من فهمیدم دوزاریم جا افتاد که یک کلکی خوشتن رسمی رو حیدره. حالا این پدر خود یارو کاری نبود، برادرش از پاکستان میاد تو خونهش، رئیس بانک ما خب همه دنیا میدونه، برای میره بعضی اطلاعات نواد پرک بشه، بعد برادر اطلاعات میگیره، کارت ما زیر کپی میگه، میگه تو پاکستان زیر جای دیگه میری کار میکنه. بعد یهو من اومدم این کارتای کریدی که داشتم اعتبار قوی هم داشت توی بانک بیارو پس دادم، گفتم آقا اینا همشو پس میدم، کم کم بخوام از این بانک برم بیرون. به رئیسشون هم، رئیسم رئیس کلشون، که آقا من مشکوکم به این بانک تو و تشکیلات، اسناد دارم براش فرستاد. آقا یه مدتی گذشت،
یارو هم برای ما کاغذ نوشت داد، ایمیل هم زد که آقا این کارتی که تو به من دادی، کارتت که اعتبار رقمای بالای پولی داشتم، کردیت کارتت، ما بستیم دیگه، تموم شد. به جون شما ما رفته بودیم ماه آگوست تعطیلات، خب نیستن همه میگن برن تعطیلات ماه جولای و آگوست. یه وقتی برگشتیم دیدم یک پاکت گنده از مون که من بوده صورت سم فرا کردم، دیدم 20 صفحه کارتای ما از یورو بگیر تا 700,000, 800,000, 500,000 یورو خرج شده. اه این کارتی که کردم هر کنسل شده اعتبار نداشت که ببین تا چجوری ترتیبت میدم. آقا ما فوری گرفتیم رفتم پیشش گفتم این کارتی که ما همه کنسل کردی تاییدیه هم کردی به ما فرستادی، یک دوم اینکه من نبودم اصلا تعطیلات میدم، من تعطیلات رفتم دوید شما رو اینم هتلم متلم این تو آمریکا و توی لندن و توی پاکستان خرج کرده. آقای این اشتباه شده، شما برید شکایت بکنید کلانتری، شکایت نامتون رو بیارید، ما اینا رو به شما برمیگردیم حلش میکنیم. خب کارتای من یه وقتی یه کار میکنه شما در نظر بگیرید که دیگه نمیتونم با کارتم استفاده بکنم اگه دیگه هم دارم، چون شد یه ضربه بزرگ اقتصادی چند میلیونی به من وارد شد تو این قضیه. و بعد که تو حالا بیاو آقا بعد به رئیسش که رفتم میگم، رئیسش همون جریان موقع بود که جریان پاناما پیپر پیش اومده بود و فرانسوا هلند هم به من نوشته بود که من دشمن اصلیم فایننس هست، یعنی سرمایه‌گذاری باطل. و بعد پیدا شد که آقا توی بازی ضربه بزرگی به ما زدن. بعدم که ما تحقیق کردیم دیدیم یارو حیدر علی، میدونی کیه؟ تو ایران خوب میدونن، تو ایران حیدر علی رو بچه‌ش، البته من اسم فامیلش نمیگم، خوب میشناسن. کسیه که یارو پاکستانی است و تمام گنبدهای طلای جمهوری اسلامی رو این میسازه. و همین فاطمه زهرا، ماتمه زهرا و همه خرجای دوستی و این تشکیلات جهانی. حالا در برابر تشکیلات جهانی تجاری، خب از اون یک تشکیلات جهانی میده میشه که ترتیب اینا رو بخواد بده دیگه. حالا از اون ور مهار باید روز به روز نابودتر کنن، ذلیلتر کنن. چیکار میان میکنن؟ به خاطر اینکه موارد تو نفهم اینا. آقا روسری تو صد کن. ولی زنان ما شجاعن، زنان ما شجاع دلیر. تو با این نسل دیگه نمیتونی کاری بکنی. این نسلی که اومده بیرون، این زنان شیرزن آریای ایرانی که اینها که این بار شهریاران آزادی بخش ایرانی هستند، شهریاران آزادی بخش، رهبران آزادی بخش نوین ایران، این زنها هستند. ببین روسری چی جا سر برد میده. آمدم که سر نهست عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم. آمدم چو ابل جان از همه دیده ها نها، آسوی جان و دیدگان. همونجوری به قولمون وفا کردیم و روسری ها رو دروردیم. امیدوارم همه به وعدهشون وفا کنن و امروز بدون روسری و مرنه دارم. الوعده وفا. از همه میخوام امروز حجاباش ندارن، روسری های سفید به دست بگیرن. تصمیم گرفتیم از منزل تا محل کار و محل کار بالعکس این کار رو انجام بدیم در حمایت از خودمون خانوما و تمام کسایی که تا به حال برای داشتن این حق ما جنگیدن. هزار شاه، روحت شاه. حجاب بی حجاب دیگه. من 20 ساله دارم این خفت رو میکشم دیگه، بس رو سر ما سرم نمی کنم عزیزم، سرم نمی کنم. به قانون بد نباید احترام. وای به ما ملتی
که بخوایم به خاطر دو تا تار موی زنا بگیم که حجاب هست یا حجاب نیست. من یه بی حجابم، اصلا حاضر نیستم این لعنتی رو سرم کنم، حاضر نیستم. بعد مردم از اینها دفاع میکنن، من درود دارم به سرشوران آری، پسر دوچرخه سواره، دوچرخهش ول میکنی میره جلو دفاع میکنی از زن ایرانی که نمیشناسه، از هیچ چه نمیترسه بگیرنش ببرنش. خیلی رب داری سایت خیلی تو بلند شد بابا بنا بابا به شما شد رب داری شما خیلی رب داری بلند شد ببینم بلند شد چی کاره ایشون بلند شد بابا اصلا به تو چه رب چی داری به شما ربطی نداره ما هجوری دوست داشته همه میتونن توی اتوبوس هم هر جاستن زنان دفاع میکنن اچسی ترس ندارن ترس ندارن ترس از دل اینا ریخته شده. حالا در برابر این سلحشوری ها این گشت ارشاد رو دیگه مردم از این بعد میزنن، میدونن که دشمن داره ما رو این برابر میفرسته چیزای باطل با میکنه تا بتونه به اهداف خودش برسه. ولی جمهوری اسلامی هم رسوا شده، از اون ساختن سهل فاطمه زهرا شما بگیر، میدونی تو این چند سال چند میلیارد دلار اینا خرج پاپرهنهای دنیا کردن که اینا رو مسلمان کنن. دیگه رفتن قبایل وحشی آفریقا رو بردن قوم و مشهد درس دادن، یکی فرستادن که یه صد هزار تا شیعه بکنه. عشق جمهوری اسلامی به اینه که شیعه چی میسازی؟ همه اینا هم سرکوب شدن. الان شیعیان قدرت حکومتی نه در لبنان دیگه دارن، نه در سوریه دارن و نه در عراق. قبلا قدرت حکومتی داشتن وقتی قاسم سلیمانی بود، حکومت دستشون بود و او خودش به سازمان سیا گفت من رئیس جمهور اینا منم، قدرت داشت، همه چیز دستش بود. الان اینا قدرت سیاسی ندارن، فقط سرباز دارن اونجا که سربازا رو از جیب تو حقوقشون رو میدن، پول بهشون میدن. همونطور که در آفریقا و جای دیگه دنیا این گدوگشنه ها رو میارن میگن شیعه شده، یارم علی و محمد و حسن و حسین و امام جواد اینا میگه حقوقش میگه زندگیش میکنه. یکی از کسایی که سردار سپاه جمهوری اسلامی بود، بعد در بخش اقتصادی ایران در شهرهای مختلف کار کرد، بعد هم به این ماموریت دادن در شمال آفریقا رفته بود، چون میدونی مثلا در نیجریه چند میلیون نفر رو اینا شیعه کردن. اینو فقط گفت ارشدن لا لا ارشدن ارشدن علیم ولی الله مای 100 دلار بگیر، چند میلیون رو بید بخونید مطالعه.